سلام، دوشنبه 8 فروردین 1401، 28 مارچ 2022 میلادی. دو خبر که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده تایید نفوذ روسیه در ایران. آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا بعد از برگشتن از سفر خاورمیانه خودش گزارش داده که دو هفته پیش به نظر می رسید که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شده، اما روسیه بعد از داستانهای حمله به اوکراین و غیره نمی خواست که لغو تحریم نفتی ایران اتفاق بیفته و بعد از اون هم ایشون میگه که حالا خود ایران مانع ایجاد کرده و خواستهایی رو میگه که به برجام ربطی نداره. خبر دیگه این که رویترز از قول چند مقام در عراق و ترکیه گزارشی رو میده که میگه که این حمله موشکی سپاه به اربیل در واقع برای جلوگیری از طرح انتقال گاز اقلیم کردستان عراق به اروپا بود. طرح تازه اقلیم کردستان عراق برای صدور گاز از طریق ترکیه به اروپا با کمک اسرائیل داشته بررسی می شده و این یکی از دلایل حمله موشکی بوده. 12 موشک به طرف محل اقامت کریم برزنجی تاجر کرد شلیک شده که شرکت نفتی گروه کار رو داره و این شرکت داشته برای انتقال گاز به اروپا کار می کرد. این دو خبر رو وقتی بگذاریم کنار خبری که حمله حوثی‌ها به عربستان و انداختن تصویر رهبران حوثی‌ها و پرچم یمن روی برج آزادی تهران رو هم بهش اضافه کنیم، اون وقت میشه به عمق نفوذ روسیه در حاکمیت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پی برد. یعنی روسیه بعد از اینکه صراحتاً آقای لاوروف اومد و چوب لای چرخ گذاشت، گفت بازی نشه، روابط منافع روسیه باید تامین شه و اگر قرار باشه برجام امضا شه باید که تضمین کتبی بده امریکا که روسیه معاف باشه در تجارت و سرمایه گذاری و مراوده با ایران، و وقتی که با واکنش امریکا، اروپا و سرزنش مواجه شد، آقای امیر عبداللهیان رو بردند مسکو. اونجا آقای لاوروف به دروغ گفت امریکا تضمین کتبی داده، منظورش پیشنویس قراردادی بود که حاضر بود و در اون روسیه تعهداتی در چارچوب برجام برای انتقال اورانیوم غنی شده و غیره داره که امریکایی ها هم گفتن این مانعی نداره، مشمول تحریم نیست. ولی آقای امیر عبداللهیان ظاهراً دستور گرفت از آقای لاوروف که صراحتاً به چند طریق و روشن بگه که روسیه هیچ مسئولیتی نداره، هیچ مانعی بر سر راه برجام نیست و این مسئولیت امریکاست. و به دنبال اون روسیه وقتی خودش رو ظاهراً کنار کشید، اون وقت در عمل به دست عواملش در ایران جلوی توافق سنگ انداخت و حالا این ایرانه که مسئول سنگ اندازی محسوب میشه. یعنی حمله، و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مسئله شلیک به اربیل آخرش باید گاز به اروپا نره، یا مسئله حوثی ها که بازار نفت رو نگه میداره و عربستان رو کماکان مردد نگه میداره، و بعد هم در تهران
طرح شعار از زبان مهره های مارکدار روسیه مثل حسین شریعت مداری کیهان که صحبت از اینکه سپاه باید از لیست تحریم بیرون میاد در حالی که قبلا توافق شده بود در پیشنویسی که آماده امضا بود که سپاه رو امریکایی ها اسم سازمانش رو بردارند ولی در عوض افراد و نهادهای وابسته به اون رو کماکان در تحریم نگه دارند و سپاه هم تعهد کتبی و علنی بده که فعالیت های نیروی قدس در منطقه رو تعطیل کنه. بر صورت ماجرا به این اضافه کنید اینکه آقای آندره مورا معاون آقای جوزف بورل که در تهران بود با علی باقری دیدار کرده و منابع درون حکومت از اطرافیان آقای باقری خبر میدن که در ملاقاتی که با آقای آندره مورا داشته وقتی او سراغ توافقهای قبلی باقری رو گرفته که خود او و هیئت بالاخره به یک جایی رسیده بودند آقای باقری عنوان میکنه که بله ولی هنوز راجع به این مسئله یعنی حذف به اصطلاح مسئله تروریست بودن سپاه و غیره نظام باید تصمیم بگیره و به تصمیم نرسید. نظام هم منظور شخص خامنه‌ای است. در واقع به زبان دیگه غیر از اینکه حالا ایران این گونه وابسته به روسیه است، نظام جمهوری اسلامی و حکومت مستقلی نیست، الان میشه گفت که برجام که قرار بود همون چند ماه اول دولت بایدن برگردن به برجام پیچ در پیچ خورده و رسیده به جایی که در واقع یک ماتریس چهار وجهی یا چهار ضلعی در اون وجود داره که امر پیشبینی رو سخت میکنه. یک ضلع این ماتریس در تهرانه و در اونجا دست کم سه جناح رو میشه تشخیص داد. یک جناح طرفداران پروپا قرص روسیه هستن که بی خجالت نوکر روسیان و عملا در قالب شعارهای تند و اقدامات تندتر به دست سپاه یا در نوشته ها قرارداد برجام رو نمیخوان که امضا بشه و نفت ایران به بازار بین المللی بیاد. یک جناح اونهایی هستن که شاید کارشناسای وزارت خارجه و حتی بدنه کارشناسی دولت مثل وزارت نفت و غیره در اون قرار دارن یا وزارت دارایی و بانک مرکزی، اگرچه وزرای این دستگاه ها در دولت رئیسی بی اراده تر از اینن که کاری بتونند بکنن، اینها معتقدن فرصت طلایی است، میشه برجام رو حالا که دنیا به نفت ایران احتیاج داره به جایی رسوند و کسب درآمد کرد. اما یک گروه سوم هم هستند و اونها کاسبایی هستند که در هر دو گروه که ذکر شد حضور دارند ولی به طور مستقل هم هستند و در هر حادثه ای از جمله برجام جیبشون رو نگاه میکنند که اگر تحریم ها بمونه بیشتر کاسبی میکنن یا برداشته بشه و امثال هم که اونها هم فشارهای خودشون میارن. و این میونه خامنه‌ای که با همون کد نظام یا مقامات ارشد نظام از اون نام برده میشه عرضه تصمیم گیری نداره و همینطوری چهار شاخ مونده که یا ببره بگه تموم همینه که هست و اگر نمیخواین قرارداد ملغا و بر نمیگردیم، یا برعکس بگه باشه قبول امضا کنید و تمام کنه. زیر این جناح بندی ها چارشاخ ایستاده. اما ضلع دیگه ماجرا در واشنگتنه. در واشنگتن هم یک طرف وزارت خارجه امریکاست که همه عناصر برجام امضا شده 2015 الان در مستر کارند و آقای مالی هم مسئول. اینها به هر قیمت میخواستند که قرارداد امضا بشه ولی هم در درون هیئت مذاکره کننده هم در درون دولت مثل
وزارت دفاع یا CIA یا شورای امنیت ملی با مخالفت مواجه شدند و هم از کنگره امریکا در هر دو حزب مخالفت کردند و آقای بایدن هم همینطوری ایستاده و نمیتونه تصمیم بگیره. آقای مالی روز شنبه در دوحه قطر صراحتا گفت که تحریم های سپاه برداشته نمیشه، موضع امریکا هم راجع به سپاه تغییر نمیکنه، یعنی کماکان اون رو سازمان تروریستی میشناسه. ولی اطمینانی نیست که این تصمیم هم این حرف آقای مالی دوام داشته باشه. بنابراین زل دیگه این ماتریس در واشنگتن هم ماجرا مواجه و ممکنه تغییرات پیدا کنه. زل سوم روسیه است که با حمله خودش به اوکراین و تحریم هایی که بهش اعمال شده مشکلات عدیدهی پیدا کرده و کارت ایران رو که در جیبشه، نفوذی که در دستگاه اطلاعاتی، بیت رهبری، سپاه، دستگاه تبلیغی و سایر نقاط کشور داره به کار میگیره و با کارت ایران بازی میکنه، فعلا دنبال این است که اهرم انرژی و نفت رو نگه داره برای خودش که عامل فشار روی اروپایی هاست و مانع تحریم کامل میشه. اما ضلع چهارم این ماتریس اعراب و اسرائیل هستند که به شدت از برجام ناراضی هن و معتقدن پول به جمهوری اسلامی بدن به جون اونها میفته. هنوز نداده آقای امیر عبداللهیان در لبنان به حزب الله وعده میده هرچی میخواییم بهتون میدیم. حوثی ها به از یمن حمله میکنند به سعودی و اسرائیل هم البته مقامات امنیتی میگن تو هر کاری باشه ما میزنیم، یا در خود داخل اسرائیل دست به ترور زدند که ترور کننده ها هم کشته شدند. به این ترتیب دیده میشه که اسرائیلی ها هم که نشست شش وزیر خارجه رو در ناحیه النقب یا نقب یا به قول انگلیسان نگو به اصطلاح گذاشتند، دنبال اینن که مسئله ایران در محوریت باشه و حتی یک ناتوی عربی اسرائیلی درست کنند و اگر آمریکا کاری نمیکنه خودشون حرکت کنند. به این ترتیب دیده میشه که ماجرا گره خورده، غیر قابل پیش بینی شده و به صورتی سیال درآمده. اما در اوکراین ماجرا کماکان اونجا هم روسیه گیر کرده، دنبال تجزیه اوکراین که اون رو هم توانایی نداره، نتونسته حتی ماریوپول رو بگیره که راه جنوب و بالای دریای آزوف رو ببنده و کریمه رو وصل کنه به شرق اوکراین، از اطراف کیف عقب نشسته و نافرمانی در ارتشش دیده میشه، در اطرافیان آقای پوتین دیده میشه که گفته میشه دو ژنرال ارشد رو تا به حال برکنار کرده و بیش از 50 نفر از نزدیکان خودش رو مشکوک شده تغییر داده و خلاصه بساطی که حتی آقای آبراهاموویچ که زمانی یار غارش بود رو ظاهرا مسموم شیمیایی کرده که دنبال میانجیگری بود. علی رضا قلی متولد 1326، نویسنده و محققی که دو کتاب جامعه شناسی نخبه کشی و جامعه شناسی خودکامگی او بسیار با استقبال در ایران مواجه شد و درد موجودی در جامعه را به تصویر کشیده بود درگذشت. به امید پیروزی ایران و ایرانی.